سیوم تیر ماه 1396 خورشیدی و 21 ژوئیه 2017 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به این پرسش که چرا ما به این روز افتادیم؟ خودمون باعث شدیم یا دیگران باعث شدن که این اوضاع رو بسازند یا این اوضاع رو بسازیم؟ چقدرش به خودمون مربوط میشه؟ قبلش بذارین چند نکته رو طبق معمول تو مقدمه بگم خدمتتون. یکی این که موظفم عرض کنم که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و دوم این که برنامه هفته آینده صفحه آخر درباره فساد در قوه قضاییه خواهد بود. البته شما همکاری کنید. یعنی اگر شما تجربه های خودتون از برخورد قاضی و عوامل دادگاه به اصطلاح به طور کلی برای ما بفرستین، پیش آمده که خیلی پیش آمده، آیا برای شما پیش آمده که رشوه بدین به قاضی یا مثلا کسی دیگه ای اومده باشه بهتون گفته باشه اینقدر بده به من درستش میکنم، یا مثلا مخصوصا درباره خانوما پیش آمده که قاضی هرزه از شما بخواد بیرون دادگاه باش تماس بگیرین تا به نفع شما رأی بده؟ میدونین دیگه، اینا نمونه هاییست که زیاد پیش آمده، زیاد دیدیم و زیاد میشناسیم. خواهشم این است که به راه های تماس با ما که بعد از تقدیمی همین یکی دو دقیقه دیگه پخش میشه توجه کنین و از تجربهاتون در پیوند با فساد دستگاه قضایی برامون بگین و بنویسین. و اما تقدیمی این هفته به همه مادران سرپرست خانواده. ده سال جنگ کردیم، قبرستون پر از شهداست، تمام عزیزای ما اونجاست، جان مادر اسیر دادیم، آزاده دادیم. ولی اینه جواب ما؟ اینه؟ تو این سپرده ها فقط مردم عادی نیستن، ایثارگر هست، خانواده شهید هست، جانباز هست، آزاده هست، همه هستن، حتی گمرو، حتی مردم بدبخت. ولی کسی جواب ما را نمیده، این دوستونه ها را نمیبندن، این پدر سلطه ها دارن روز روشن جیب مردم خالی میکنن، بر پدرشون لعنت. من اگه آب ببریم میخوام دنیاش نباشه. حالا جریان مردم ایران ما هم همینه، فقط کلاه خودشون رو چسبیدن، دیگه به فکر هیچ کس دیگه نیستن، میگن آقا خر ما که از پل گذشت دیگه تموم. بله ببینین، این صحبت که شنیدین مال همین دو سه روز پیش یکی از بینندگان فرستاده بود که شنیدین. 74 سال پیش از امروز، سال 1322، محمد مسعود روزنامه‌نگار مقتول کتابی منتشر کرد به نام گل‌هایی که در جهنم می‌روید. یه تیکش رو بذاریم براتون بخونم تا چند جمله شو تا برگردیم که ببینین بیان حال ماست یا نه. بعد از 74 سال، پدر روحانی ما مذهب ندارد، پاسبان دزد است، قاضی آدم کش است، وکلای من را نه به اسم انتخاب کرده و نه به عمر شناخته ایم، دولت من دشمن جانی ماست، فرهنگ من کانون فساد و جهل است، عدلیه من مرکز ظلم و شقاوت است. همه می دانیم، همه آهسته این قضایا را به هم می گوییم، لیکن به پدر روحانی احترام می گذاریم، از پاسبان می ترسیم، به قاضی التماس می کنیم، به وکلای مجلس متوسل می شویم، از دولت انتظار شفقت و مساعدت داریم و برای رفع ظلم به عدلیه پناه میبریم. احتراممان به رؤسای مذهبی، ترسمان از پلیس، التماسمان به قاضی، توسلمان به مجلس، دادخواهیمان به عدلیه، همه ریاکاری و دروغ است. این صحبتای عرض کردم 74 سال پیش و امروزم که داریم میبینیم. یه تیکم ببینین از قسمت دوم سریال شهرزاد 2 که الان داره پخش میشه.
بعضی از اتفاقای نحس تاریخیمون نظیره به توپ بسته شدن مجلس در دوره مشروطه، اشغال ایران در شهریور 20، کودتای 28 مرداد و حبس دکتر مصدق صرفاً با توطئه عوامل خارجی صورت نگرفته، بلکه زمینش از قبل چیده شده بوده تو فرهنگمون، تو نحوه فکر کردنمون، تو زندگیمون، تو خونه‌هامون. این پرسشی است که از مهمان محترم امشب برنامه داریم، آقای دکتر ماشالله آجلانی، نویسنده، مورخ، عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن. آقای دکتر آجلانی، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. خواهش می‌کنم بفرمایید، من دیگه برای زیغ وقت تکرار نکنم پرسش رو. خیلی متشکرم، خیلی ممنون و با سلام به بینندگان برنامه‌های شما. نخواست اینکه خیلی دوست داشتم که منو به عنوان مدیر کتابخانه قلمداد نکنیم، برای که من اینجا به عنوان ماشالله آجدانی در خدمتتونم. چون اگر بگید که به عنوان مدیر کتابخانه یا سرپرست کتابخانه، اون وقت من خیلی حرفا نمیتونم بزنم، برای اینکه مشکل اخلاقی خواهم داشت. بنابراین من اینجا در خدمتتون هستم به عنوان ماشالله آجدانی و اینجا هر حرفی که میزنم مسئولیتش فقط با شخص من. بله، من این سوال و پرسش های قبلی رو که تو همین چند لحظه قبل انجام گرفت، اینا رو خب مسائل اساسی جامعه ما میدونیم و واقعیت اینه که یکی از مشکلات تاریخ معاصر ما این بود که همیشه سعی کردیم مشکلات تاریخی و اجتماعی خودمون رو به عوامل بیگانه نسبت بدیم و بگیم که اینها بودن که این بلایا رو سر ما آوردن. البته همینجا بگم که نه اینکه عوامل بیگانه نقش نداشتن، یا عوامل بیگانه در جستجوی منافع خودشون مداخله نمی کردن در کشور ما، حتما می کردن و هنوزم می کنن. اما اینکه همه این مشکلات و مصائب رو به پای بیگانه بنویسیم، به پای خارجی ها بنویسیم، این کاری رو حل نمیکنه، برای اینکه مسئولیت خودمون رو نمیبینیم. مسئولیت ما هم خیلی مهمه. اگر مملکت الان دچار بیابیه، اگر مملکت الان دچار فقر وحشتناکه، اگر فحشا در ایران امروز بیداد میکنه، اگر اعتیاد بیداد میکنه، این مسئول این همه نابسامانی‌های اجتماعی در درجه اول خودمون هستیم. یعنی نداشتن یک مدیریت ملی، یک مدیریت فراگیر در ایران و عدم آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در ایران، همه عواقب ناچاری رو بر سر ما آورده که ما، حکومت ایران در واقع همه اینا رو میخواد بندازه به گردن خارجی‌ها، بگه که عوامل خارجی هستن که در مملکت این کارا رو میکنن. ولی دیگه مردم گوششون به این حرفا بدگاه نیست. مردم ایران امروز میدونن دزدی و چپاول و غارت جز بنیاد این نظام سیاسی یا نظام مافیایی در ایران هست. بنابراین وقت اونه که ما از به اصطلاح فراافکندن مشکلات خودمون، مسائل خودمون به گردن خارجی ها برگردیم، نقش خودمون و در بعضی جاها حتی نقش ویرانگر خودمون رو در اینجور مسائل ببینیم. خارجی ها نیومدن به ما بگن که شما مردمتون رو در فقر و گرسنگی نگه دارید، آزادی به مردمتون ندید، یا کسی اگر چهار کلمه حرف بزنه و حرف اساسی بزنه در مورد نقد این حکومت، جاش زندانه. یا حتی کدوم کشور خارجی اومده به حکومت ما گفته که شما در زندان‌های خودتون اون چیزی که در کهریزک اتفاق افتاد به بچه‌های مردم تجاوز بکنید؟ این دیگه دروغه. این ساخت و پرداخت نظام شماست که دست به این جور کارها در ایران می‌زنه. آقای دکتر، شما در یک گفتگوی برای اینکه من در واقع سریع‌تر وارد جزئیات بشم، بلافاصله دلم می‌خواد که این پرسش رو ازتون بکنم که گفتگویی کردین با پایگاه اینترنتی آسو، در این گفتگو الان داریم میبینیم دیگه، عنوان گفتگو هم هست مشکل ملت ایران با تغییر حکومت حل نمیشود. اینو خواهش میکنم توضیح بدین تا وارد در واقع بستر بحث بشیم. خواهش میکنم. ببینید، من از سالها پیش این عقیده رو داشتم
نه اینکه من خودم آدم سیاسی نبوده باشم یا نباشم و نه اینکه من ضد سیاست باشم. سیاست بخشی از جامعه مدنیه، سیاست با تمام لحظه های زندگی روزمره ما و با سرنوشت ما در جامعه ارتباط نزدیک داره. اما موضوع بحث من اینه که در دو قرن اخیر در تاریخ ایران ما همش فکر کردیم با تغییر حکومت یا نظام های سیاسی و حتی با تغییر مثلا دولت ها در معنای مثلا کابینه و گاورمنت ما میتونیم مسائل خودمون رو حل بکنیم و همیشه تلاش سیاسی کردیم که مشکلات جامعه ایران رو دگرگون بکنیم. متاسفانه دو قرن تلاش سیاسی ما پاسخ نداد. حاصل تلاش ارزنده درخشان فرهنگی انقلاب مشروطه در ایران با استقرار جمهوری اسلامی بر باد رفت. در واقع دستاوردهای اساسی که ما به دست آوردیم بهش تجاوز شد. بنابراین اون چه که انجام گرفت اینه که ما مرتب، حتی یادم در دوره اواخر دوره شاه بعضی از مردم میگفتن، عذر میخوام این کلمه رو به کار میبرن، میگفتن سگ اگر بیاد جای شاه بشینه بهتر از اونه. خب اینا دیگه برخوردهایی بوده که در واقع آینده مملکت در نظر نمی گرفتن، موقعیت در نظر نمی گرفتن، بحث های شعاری عاطفی بود و بنیان های فرهنگی نداشت. ما در طول این دو قرن همش سعی کردیم با سیاست مشکلات ایران حل بکنیم، در حالی که سیاست جواب نداد. اینکه سیاست بخشی از جامعه است و باید انجام بگیره داشت تردید نیست، اما چرا جواب نداد؟ برای اینکه ما کار فرهنگی در جامعه ایران نکردیم. ما اصلا بنیادهای نظری ما نسبت به تاریخ ایران، نسبت به جامعه ما فرهنگی نبود. به این معنا فرهنگی نبود، ما در ایران حزب تشکیل میدادیم ولی یک کتاب که بنویسه که حزب یعنی چی و ساختار حزبی چیه و چرا یک جامعه ضرورت به حزب داره ما نداشتیم. خب در غیبت مفاهیم واقعی، در غیبت منابع و تفکر و اندیشه، ما سعی کردیم سازمان های سیاسی بسازیم، ما سعی کردیم حزب بسازیم، ما سعی کردیم نظام سیاسی رو تغییر بدیم. خب اینها سرانجام به اینجا کشوند که ما بعد از این همه تحولات با ایرانی مواجه هستیم که هر کسی که سر سوزن خاطری با مملکت خودش داشته باشه هر لحظه دلنگران سرنوشتش هست. به همین جهت من گفتم تغییر حکومت یعنی در معنای نظام سیاسی هیچ وقت مشکل ملت ایران را حل نخواهد کرد. این صحبت من این نیست که من با تغییر نظام جمهوری اسلامی مخالف باشم، نه. نظام جمهوری اسلامی نقض آشکار حاکمیت ملی ماست. در همه این سالها این نظام با بیان صریح آشکار بدون رودروایسی به حقوق ملت ایران تجاوز کرد، منابع اساسی ملت ایران رو دزدیدن، چپاول کردن. بنابراین کسی نمیتونه وجدان روشنفکری داشته باشه و موافق ادامه چنین رژیم باشه. اما بحث اساسی من اینه، با تغییر رژیم فکر نکنید که همه مسائل ملت ما حل میشه، این اشتباهه. تازه تغییر رژیم به چه قیمتی؟ به قیمت جنگ داخلی، به قیمت تجزیه ایران. اینا باید بحث بشه، باید صحبت بشه. اما باز برگردم به نکته اساسی خودم، ولی بحث من از همه اینا فراتره، از این جهت فراتره که من میگم تا ما تفکر در ایران ایجاد نشه، پرسشگری و نقد در ایران به وجود نیاد، یعنی اساس بنیانهای فرهنگی برای نگاه به تاریخ، نگاه به جهان، اگر در ایران جا نیفته ما همچنان در این چرخه سرگردانیم، به فکر میکنیم از این حکومت به حکومت دیگه ممکنه مسائل ملت ایران رو حل بکنه. این به نظر من عقلانی نیست و با واقعیت‌های تاریخ ما هم سازگاری نداره. نشون داد تاریخ ایران که ما از این راه به هیچ جایی نمیرسیم. آقای دکتر، برای اینکه در واقع این مسئله سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، کنار زدن نظام جمهوری اسلامی با هر اسم و تعبیر و راه بردی به اصطلاح،
این با بحثی که شما می‌فرمایید در واقع تکلیفش روشن بشه، این پرسش رو از خدمتون دارم که فرض بفرمایید که در شرایط شورشی قرار بگیرد جامعه امروز ایران، که به سمت اونم جامعه شورشی ایران به هر حال، جامعه با این مختصات، که به سمت لرزاندن اساسی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بره، نظام فعلی مستقر. خب شما می‌فرمایید از طرفی که مانع اصلی دموکراسی و آزادی و به هر حال پیشرفت جامعه به طور کلی همین نظام مستقر. بله. خب آیا اولا موضع شما در اون زمان چیست؟ من نمیخوام یه فرض تخیلی فقط بذارم، برای همین سوال مطرح کردم که وقتی که میگیم مانع عمده اینه، خب باید اول این مانع برداشته بشه برای اینکه شما هر کاری بخواید بکنید، یعنی هر کاری هر برنامه‌ای داشته باشید شما باید در جهت برداشتن قاعدتاً مانع عمده ای که جلوی سر راهتونه حرکت بکنید تا بتونید برنامه هاتون رو پیش ببرید. ببینید، من این حرفتون یه کمی باش مخالفم، به این دلیل که الان درسته که امروز مانعه مسائل رشد تاریخی ایران، مانع آزادی در ایران، مانع حقوق ملت ایران جمهوری اسلامیه، گفتم اون تجاوز آشکاری به حقوق ملت ایران در همه این سالها کرده میکنه. اما یه امای مهم اینجا وجود داره، همین جمهوری اسلامی را اگه بخوام بردارن ولی حاصلش با جنگ داخلی باشه، حاصلش بخواد تجزیه ایران باشه، من عمیقا مخالفم. برای اینکه کورکورانه برداشتن یک نظام بدون اینکه بنیانهای نظری رو برای تغییر تحول آماده نکرده باشیم، بدون اینکه نیروی دموکراتیکی در صحنه ایران حضور نداشته باشه که بتونه مسائل ایران جمع بکنه، خب فاجعه است. ما اینا رو دیدیم، در تجربه های جهانی دیدیم. نه آقای دکتر، من عذر میخوام، معذرت میخوام، من برای اینکه منحرف نشه یه وقت بحث به چگونگی مثلا برکناری این رژیم و اینا، این قسمت تجزیه ایران یا جنگ داخلی، این نکاتی که بیشتر نتیجه گیری میشود که اگر دخالت خارجی باشد به اینجا منتهی میشه، این بحثی است که معمولا میشه. نه، بحث چگونگی شما الان کاری ندارم، بحث خود برکناری رو عرض کردم. فرض بفرمایید ما داریم میبینیم در جامعه شورشی ایران سال 88 بارها آقای خامنه‌ای گفته اینو با صراحت که آقا داشت نظام میرفت، دخالت خارجی هم نبود. ببینیم فرض رو برای این بگیرید که این نظام بر، اوکی، من حرفی ندارم، اصلا فکر کنیم که این نظام رفته، اما با رفتن این نظام اگه فکر میکنیم مشکل مردم ایران حل میشه، این ساده نگریه. خب پس باید چه کرد؟ یعنی در مورد سیاسی ایران باید چه کرد؟ باید نگه داشت حکومت تا مشکل باید به جای این همه سازمان‌های سیاسی به کار فرهنگی بپردازیم. ما فقط یک نفر در این سال‌ها در ایران پرسش انگیزی به معنای واقعی کلمه کرده، ولی ما هنوز نتونستیم بنیادهای پرسش تاریخی رو نسبت به مسائل خودمون مطرح بکنیم. ما هنوز نمیدونیم که باید رابطه ما با جهان چه باشه. اینها احتیاج به کار فرهنگی داره و ما متاسفانه در سالهای گذشته و حتی به جرأت میتونم بگم در بعد از انقلاب مشروطه، ما کار فرهنگی اساسی انجام ندادیم. یعنی همش فکر کردیم با سیاست مسائل ایرانی میتونم، پس بنابراین بحث من فقط رژیم و تغییر رژیم نیست یا نگرانی هایی که نسبت به این قضیه هست. من هم، شما میدونید که همه این سالها جزو اصول فرهنگی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی بودم و همیشه هم با صدای رسا حرفمو زدم. اما اینو ساده انگاری میدونم اگر فکر بکنید که این مانع رو به زور به هر شیوهی به صورت مسالمت‌آمیز یا به هر شکلی از جلوی پای ملت ایران برداریم مشکلات ما همه حل میشه. نه، باید بدونیم که تا کارهای فرهنگی نکنیم، تا اساس نگاه و نقد نوین فرهنگی رو در جامعه جان اندازیم و بنیادهای ملی خودمون رو مورد پرسش و نقد قرار ندیم و همینه که انجام میگیره. ببینید، ما حتی نتونستیم یک روایت‌های منصفانه از تاریخ ایران ارائه بدیم. شما ببینید همه این سال‌ها مثلا یک چهره درخشانی رو
که در تاریخ اسلام معاصر ایران اومد مثل سید حسن تقی‌زاده رو به انواع اقسام از جریان‌های روشنفکری گرفته، مارکسیست گرفته، حکومت جمهوری اسلامی گرفته، به عنوان فراماسون و نوکر بیگانه معرفی کرده. اما واقعیت اینه که ما اگر چهره واقعی تقی‌زاده رو بشناسیم به جامعه عموم، می‌بینیم اون یکی از استوانه‌های فرهنگی و تاریخی مملکت ما بوده. ما اینا رو نمی‌شناسیم، ما علامه قزوینی رو نمی‌شناسیم، ما کارهایی که همین تقی‌زاده اینها در رابطه با تاریخ ایران کردن نمی‌شناسیم. ببینید تمام جریان‌های سیاسی به یک شکلی لطمه به برداشت و فهم تاریخی ما زدن. مثلا تاریخ ایران رو تکه پاره کردن. جریان‌های چپ ایران که فقط دنبال یه ایدئال سوسیالیسم و یه بهشت برین دیگه‌ای بودن که هیچ ربطی به ما نداشت. ناسیونالیست‌های ما فقط به ایران باستان می‌پرداختن، انگار که در 1400 سال اسلامی مردم ما کاری نبودن. مسلمان‌های ما ایران باستان و گبر و کفر می‌دونستن، فقط به تاریخ ایران اسلامی می‌پرداختن. در نتیجه ببینیم ما یک حتی یه تعادل تاریخی نداشتیم، همش تکه پاره کردیم تاریخ خودمونو و بر سر عقیده های سیاسی خودمون تیکه تیکه این تاریخ رو بهش بها داده. این ما رو به یک وجدان آرام در رابطه با تاریخ ایران نمیرسه. به همین دلیل میگن شما تمام جریان های سیاسی که تو ایران کار کردن، امروز میشه کارنامه اینا رو دید. کارنامه ایران جز دوره مصدق که کارنامه درخشانی داره، یا آدم این بوده با یک استانداردهای دیگه که اصلا با بافت تاریخ مملکت ما هم خیلی جور در نمیاد، بقیه رو که نگاه میکنیم میبینیم که اصلا اهمیتی برای ملت ایران قائل نبودن، اهمیتی برای توضیح دادن به مردم قائل نبودن، اهمیتی به کار فرهنگی هم نمیدادن. تنها دوره مصدق تو ما میدونید مطبوعات بالکل آزاد شده بودن، ولی اینجور آزادی هم در ایران دوام نیاورد، برای که پشتوانه فرهنگی نداشت. پشتوانه حالا اجازه بدین اگه فرصت کردیم برگردیم به این موضوع که چرا دوره مصدق دوام نیاورد، یا فقط در واقع همونطور که شما فرمودین آقای دکتر پشتوانه فرهنگی نداشت، یا به هر حال دلایل اساسی دیگه هم وجود داشت. به هر حال اجازه بدید برگردیم حالا در این فرصت. نه خب پس بذار بگم ببینید کودتا در اینکه در ایران اتفاق افتاد تردید ندارم من، کودتا در ایران انجام گرفت، دست خارجی داشت نشد، ولی چرا ملت ایران ایستادی نکردن؟ بله، همون بحث امروزمون هم همینه. اون شعار زنده باد مصدق صبح و شعار مرگ بر مصدق بعد از ظهر در یک روز. حالا میرسیم به ثبات وجدان. ببینین اجازه بدید خواهش می‌کنم یه تیکه رو ببینیم که می‌خوایم یه مقدار متمرکز شیم رو همین بحث فرهنگی. یه تیکه ببینیم برگردیم. حکومت‌های ما همواره برخورد پارادوکسیکالی داشتن. یک ثانیه میگم، یک بار برخورد متناقضی داشتن. یعنی از یک طرف همیشه ادعا کردن که فرهنگ برای ما خیلی مهمه و همه چیز ماست، ولی از طرف دیگه فرهنگ رو به اشکال مختلفی تقلیل دادن، یا به تبلیغات، یا به در واقع لفاظی‌های ایدئولوژیک تو برنامه‌ها، و یا اینکه به هر حال به یک ایدئولوژی که فقط بتونه تونسته بشه منافع قدرت‌ها رو توجیه بکنه تا اینکه واقعیت‌های برنامه توسعه رو پیش ببره. خب ببینید دکتر نعمت‌الله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی بودن، ایشون در ادامه همین حرف که میزنن، دیگه من برای زیغ وقت کمش کردم، میگن که چیزی که از فرهنگ در ایران درک شده خلاصه امور فرهنگی است نه فرهنگ، یعنی مدرسه ساختن و دانشگاه ساختن و هر کار فرهنگی رو مساوی فرهنگ و فرهنگ سازی دونستیم. چقدر این سخن درسته و چقدرش به حکومت مربوطه، چقدرش به مردم؟ آقای دکتر ببینید این اعتراض که ایشون کردن اعتراض درسته، ولی من یک نکته اضافی دارم به حرف ایشون. این تنها نیست امور فرهنگی، تجاوز به فرهنگ کردن حکومت ها، این دیگه آشکاراست. یعنی حکومت‌های ایران همیشه ضد فرهنگ بودن، با آگاهی در ایران مخالف بودن. همین سانسور جمهوری اسلامی، همین سانسوری که در حکومت‌های دیگه در ایران وجود داشت، با رشد فکری در ایران مخالفت می‌کردن. اینها نه تنها مسائل فرهنگی رو تقلیل می‌دادن به مباحثی که ایشون گفتن، یا مثلا به نهادها اتفاقا خیلی مهمه، اشتباه نشه، دانشگاه وقتی که در ایران ساخته میشه با خوش فکری رو میاره، اندیشه رو میاره، نظام آموزش پرورشی که در دوره رضا شاه شکل میگیره ساختار فکری مملکت ما رو عوض میکنه. اما یعنی نهادها اهمیت داره، نه که نداشته باشه، اما تجاوز آشکار به فرهنگ
داستان درازدامنی است در تاریخ ما. بنابراین مسئله اینه که ما اندیشه فرهنگی رو در ایران تولید نکردیم. مثال بزنید خواهش می‌کنم آقای دکتر، این تجاوز به فرهنگ یه مثال بزنید خواهش می‌کنم. ده ها مثال بزنم، یه مثال چه؟ شما ببینید در همه این سال‌ها در جمهوری اسلامی یا در حکومت پهلوی سانسور حاکم بود، جلوی کتاب می‌گرفتن، جلوی اندیشه رو می‌گیرن، یعنی فکر رو نمی‌ذارن در ایران پیشرفت بکنه. نه تنها سرمایه گذاری نمی کنن، جلو اینا رو میگن. شما سانسوری رو که وزارت ارشاد در ایران ایجاد کرد در طول سالهایی که در ایران رژیم جمهوری اسلامی حاکم بود، اگر این سانسور رو بخواید از بنیاد نگاه بکنید میبینید که اصلا ضد فرهنگه، تجاوز به فرهنگه. ساختار ذهنی مردم رو تو نوشته هاشون دست میبرن، اندیشه شون رو دست میبرن. این سانسور پس حضور واقعی داره، اما دست میبرن تجاوز به فرهنگ میکنن. مگر راجب تاریخ ایران باستان ما تجاوز نکردن؟ مگر در کتابهای درسی جعل تاریخ نکردن؟ مگر در کتابهای درسی عرفایی که راجب حکومت خانواده پهلوی میزنن تجاوز به فرهنگ نیست؟ دروغ نیست که بگن این دانشگاه ها رو برای اینکه اندیشه غربی رو در ایران رواج بدن آوردن؟ دانشگاه تهران یکی از افتخارات مملکت ماست که در دوره پهلوی تأسیس شد. بنابراین از یه طرف میخوام بگم اونو نقد بکنم که اینو دست کم نگیرید که نهادها خودشون پیام رسانن، نهادها خودشون میتونن فکر ایجاد بکنن، تولید اندیشه بکنن. اگر نهادها نباشه که شما نمیتونید کاری بکنید. نه ببینید، حالا همین نکته که فرمودین، دست بردن به، در واقع با این تعبیری که فرمودیم، دست بردن به ساختار ذهنی مردم، این لااقل با ثبت رسمی در جمهوری اسلامی اعلام شده از بیش از 11,000 امامزاده داریم با قبر 315 تا پیغمبر، اینا بعد از انقلاب. در واقع درست است، همه میدونیم که اینا حمایت مادی حکومت داره و نتیجه نفوذ و گسترش فرهنگ خرافی و منافعی است که حکومت از قبل این خرافات عایدش میشه، اون درآمدهای سرسام‌آوری که دارن از این امامزاده ها و اینا. اما مهمتر منافعی است که حکومت از همین نکته که فرمودین آقای دکتر، از گسترش باورمندی مردم به ایدئولوژی حاکم کسب میکنه. در واقع این موضوع چقدر به زیرساختای فرهنگی، همین رو میخوام ازتون بپرسم، چقدر به زیرساختای فرهنگی جامعه ارتباط داره؟ یعنی مشخصتر عرض میکنم، با ایرادهای اساسی که شما به فکر و روش اهل سیاست و فرهنگ و پژوهش ایرانی میگیرید، چقدر به اینا مربوطه؟ بخش حکومت چه میدونه؟ به هر دو طرف مربوطه، فقط به حکومت مربوط نیست. حکومت هم یه بخشی از روابطی که ماها درش نقش داریم. بالاخره ما مردمی که در اون مملکت زندگی میکنن در آوردن این رژیم و در استبرار این رژیم نقش دارن هنوز. اینو فراموش نکنیم. اینو باید یه جام ملت ایران مورد پرسش قرار بگیره که چجوری شما همه این همه سال موندین که رژیمی که اینجور تجاوز میکنه به حقوق شما، بچه های شما رو در زندان هاش مورد تجاوز قرار میده، فقر و فحشا و اعتیاد براتون به ارمغان آورده، باز هم سکوت میکنید و در بعضی جاها باش همکاری میکنید. ببینید جمهوری اسلامی با این کارها، با رشد خرافه، با رشد توهم، در واقع به ذهن مردم ما تجاوز میکنه. میخواد مردم، شما میگین که 11,000 امامزاده دارم، بلی من فکر کنم از این جمهوری اسلامی من انتظار داشتم 50,000 امامزاده هر کوشش کنار درست بکنه، برای اینکه مردم رو سرگرم بکنه به یک چیزایی که جز توهم و به صدا ایجاد خرافه چیز دیگه ای نخواهد. شما همین ببینید مسئله جماران در ایران، آخه کجا ما این چیزها در مملکتمون داشتیم؟ یعنی این اتفاقاتی که در ایران جمهوری اسلامی میفته، این چاه جمکران و این که نامه می نویسن، این مردم میرن جمع میشن، صف میبندن، اینها رو ما در ایران نداشتیم. اینها همون تجاوز آشکار نظام سیاسی هست که به هویت مردم، به فکر مردم، به شعور مردم انجام میگیره، به جای اینکه رشد آگاهی بدن به اینا. اگر تاریخ ما رو از اون ور سانسور میکنن در نوشته هایشون، در کتاب هاشون، در نظام آموزش پرورششون، فرهنگ ما رو هم تقلیل میدن به فرهنگ اسلامی. یعنی میخوان از هر چیز ما یک برداشت، میرن از بهارالانوار، بهارالانوار میرن احادیثی رو در میارن تو تلویزیون های ایران پخش میکنن
مسائلی رو که باور کنید چندش میشه انسان وقتی نگاه میکنه، فکر بکنه این مملکت منه که از تلویزیون‌هاش این مزخرفات به خورد ملت ایران داده میشه. اینا رو باید نقد کرد، ولی اینو فکر نکنید که این فقط حکومته. جناح فکری جامعه ما، روشنفکران ما، اون کسانی که با نظام آموزشی هم سرکارن کار خودشون انجام نمیدن، یعنی اونها هم فکر تولید نمی کنن، اونها هم نقد تولید نمی کنن، اندیشه تولید نمی کنن. من این سالها کتابایی رو که از ایران منتشر میشه میبینم، دانشگاه های ایران در حال ورشکستگی هن. یعنی شما یک تحقیق دست اول نمیبینید، یک کتابی که فکر اندیشه توش ارائه بدن نمیبینید. اینا مصیبت های اجتماعیه که گریبانگیر ملت ایران شده و راه حلش هم همونجور که گفتم اساساً به اعتقاد من اینه که نگاه های سیاسی رو ببریم به طرف فرهنگ. ببینیم که اگر حزب سیاسی بخواید داشته باشه اول باید فرهنگش داشته باشید، اگر پارلمان بخواید داشته باشید اول باید فرهنگش مردم بدونن تا اعتراض بکنن که این پارلمان نیست که یک کسی اون بالا نشسته باشه بگه حکم حکومتی. ببینید اینا رو از زیر عبای آخوند در آوردن. حکم حکومتی یعنی چی؟ خب این ها اگر مورد بحث قرار نگیره، مفاهیم در بستر اساسیشون در ایران مورد طرح قرار نگیره، خب نتیجه همین تجاوز آشکار به تمام مفاهیم بدنی تو مملکت. خب من بازم میخوام اجازه بفرمایید باز میخوام برم سراغ مردم. برو عزیز من تقصیر کمالی تقصیر نیستن مردم ما. آره اجازه بدین یه تیک ببینیم برگردیم خداشون. حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم، شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شو ببرم. خب ببینید ما این صحنه ها رو تو حکومت‌های فاشیستی و شبه فاشیستی، پوپولیستی و در دوره نرون حتی این صحنه ها رو زیاد دیدیم. منتها این جور خاکساری یا ادای خاکساری از پیشوا رو هیچ وقت ندیدیم. هیتلر سخنرانی می‌کرد، فیلماش تا اونجایی که هست و شاید دیده باشین، سخنرانی می‌کرد، خودش رهبر ملت برتر آلمان برای رساندن ملت برتر آلمان به رستگاری عنوان میکرد و محکم هیچ وقت نمیگفت من بدبختم و نمیدونم شما فلانید. موسولینی همینطور، هیچ کدوم نمیگفتن ما هیچ چی نیستیم. آقای خمینی موقعی که قدرت مطلق بود میگفت من هیچ چی نیستم و مردم باور میکردن، و همون موقعی که حکم حکومتی که شما فرمودین آقای دکتر میداد و هزاران نفر اعدام میشدن فقط با یک نامه میگفت من هیچ چی نیستم. مردم باور میکردن که واقعا یه خاکساریشه، بعد برای خودشون برای امامشون میکشتن خودشونو. این خمینی رو در ماه دیدن، اینجور فریبکاری و او رو با شعارهای خمینی بت شکن پاسخ دادن، آیا مشخص، آیا مربوط به فرهنگ عمومی ایرانی است؟ بی تردید مربوط به فرهنگ عمومی ایرانی، وگرنه اگر مردم پذیرای این حرفا نبودن تو ساختارهای فرهنگی شد، چون تجربه دموکراتیک تو جامعه ما نداشتن که، همیشه دنبال یه قدرتی بودن که بیاد به دروغم بگه و با آشکارگی دروغ بگه به سوی مردم و همون زمان حکومت در دست داشته باشه که ما کسی نیستیم، شما خون دادین، شما همه کاره هستیم، ما اصلا کاری نیستیم که. ولی اینا تعارف بود، کاره بودن، حکومت در دست داشتن، تمام منابع مالی مملکت در دست گرفتن. همین آقای خمینی حکم اعدام هزاران جوان مملکت ما رو در زندان‌های جمهوری اسلامی داد. دیگه من تعجب میکنم شما که اینه میگید، من باید بگم جان و سخن زبان ما میگوید. بله همینه، وقتی در جامعه‌ای که فرهنگ وجود نداشته باشه
فرهنگ دیکتاتوری، نظام دیکتاتوری با دروغ و تزویر هم میتونه بیاد بگه آقا من کاری نیستم، ولی شما بگه که جانم فدای خمینی و یا او رو در ماه ببینید و اینو باور کنید. حتی من از مردمانی اون موقع میشنیدم که تعجب میکردم که چطور اینها این حرف ها از دهنشون میاد بیرون. شما ببینید کدوم سازمان سیاسی در اون دوره اومد بگه که دروغه که میگید که خمینی رو در ماه میبینید یا فلان مور رو در فلان صفحه قرآن میبینید. اصلا به این چیزا بحث نکردن. کدوم روشن فکر اومد اینا رو مورد بحث قرار بده؟ سیاسی بودن که گفتن بله، ولی خیلی حرفشون شنیده نشد. خیلی نه، ببینید سازمان های سیاسی هم ممکنه چهار نفر این حرف رو زده باشن، ولی جریان های سیاسی ایران این حرف رو نزدن. کیا اومدن سریع انتقاد بکنن که آقا اینا حرف مفت، گوش نکنیم به این حرفا. یعنی اونهایی هم که اگر انتقاد کردن از بعضی از جریان‌های چپ این کار کردن، اونا هم در صدایشون یک صدای اجتماعی نبود که بتونه کار فرهنگی بکنه. ایشون خودشون تو گروه خودشون، محفل خودشون حرفی می‌زدن یا می‌نوشتن، خودشون می‌خوندن. به گوش ملت ایران نمی‌رسید. منظورم اینه که کار فرهنگی، آقای فلاتی رفیق عزیز من، کار فرهنگی بر فرض این که با یک گل که بهار نمیشه، حالا دو تا سازمان سیاسی هم یه چیزی گفته باشه. اساس سازمان سیاسی نگفتن، نقد نکردن. حتی مصطفی رحیمی، آقای دکتر همین امروز شما فرمودین که حتی یک نقد نیست. من خواستم یک نمونه بیارم خدمتتون که بعد نظرتون در برای این بحث بشنویم. چند تیکه از صحبت‌های دکتر یوسف عبازری است، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران. ایشون مخصوصا وقتی که پاشایی درگذشت، پاشایی خواننده و تشییع جنازه بسیار بسیار پر جمعیتی داشت، بعد سخنرانی داشت، من هیچ کاری ندارم به ارزش کار پاشایی و یا بی ارزش کار پاشایی، یعنی هیچ گونه نقد یا تاییدی ندارم روی این موضوع، من فقط منظورم صحبت دکتر عبازری است. این تیکه رو بشنویم از صحبت دکتر عبازری برگردیم. یه خواننده ای که فالش میخونه در پایین ترین سطح موسیقی جهان قرار داره، پاپ هم درجات داره، موقعی که میمیره به عنوان یه قهرمان ازش یا به عنوان یه چیز ازش استقبال میکنن و عرض کنم خدمت تلویزیون میره پای این ماجرا که این ماجرا تبلیغ کنه. این ماجرا کاملا دولتی و ملتیه. ببین دولت و ملت، من خیلی ساده است، بعد از وقایع 88 دولت یا حاکمیت از مردم میترسید، مردم از دولت میترسیدن. مکانیزمی وجود داره به اسم ایدنتیفیکیشن ویت اگریسور، یعنی این همان شدن با متجاوز. اتفاقی که افتاد اینه که دولت از با طریق این مکانیزم میخواد با یه مردمی که سیاست زدودن یکی بشه. مردم هم همین حالت رو دارن، مردم هم میترسن و میخوان که با دولت متجاوزی که گمان میکنن متجاوز یکی بشن. مردم میان در جلسات آقای روحانی یه سوالی رو که به نظرشون سیاسی از ایشون میپرسن، ایشون یه جواب بسیار تکراری میده. من که جو کاری ندارم که تکرار یکی از شگرت‌های من، نمیگم ایشون فاشیسته، یکی از تکرارهای فاشیسمه و افراد براش دست میزنن، انگار دارن یه ریچوالیه که مجبورن محکومن انجام بدن، یه جوری مثل هر آدم کامپالسیوی این سوال بپرسن، اون اینو بگه دست بزنن. هیچ کانتنتی نداره، هیچ محتوایی نداره، هیچ چیز دیمندی نداره، هیچ تقاضایی نداره. این ماجرم همونه. مردم اونقدر به فلاکت افتادن زمانی که میگن موسیقی رو تدریس نکنید، تست موسیقی مردم میشه این. بر مبنای همین مکانیزم دولت و ملت یکی شدن، برای این آقا این کار کردن و افراد دارن میسوزن. نه مقاومتی در برابر دولت انجام گرفته، نه دولت در برابر ملت چیز کرده. دو تا آدمی که از هم میترسن دست به دست هم دادن و این مضحکه رو بار آوردن. وحشت من از اینه که این ماجرا، من اسمش یه پوپولیزم حاد، حالا هر چی بخواد بذار من کاری ندارم، یه چیز شبه فاشیستی درش هست که من ازش وحشت دارم. نه به دنبال نمیدونم هویت جدید و از این حرفا، نه، این یه ترس متقابلی که افراد رو، مثل درست افرادی که از هم دیگه میترسن پریدن تو بغل هم دیگه که نترسن. و این یعنی سیاست زدایی. خب ببینید آقای دکتر، این یک
نکته ایست که یعنی این همان شدن متجاوز با تجاوز شده یک نکته اینه. یه تیکه دیگر هم خواهش کنم بشنم این که راه حلی که ارائه میده آقای عبازری به عنوان جامعه شناس البته چیه؟ اون اگه ایزو میفرمایید اون تیکر هم بشنمیم که یک جا شما دیگه تا پایان برنامه هیچ اشکال نداره. هیچ اشکال نداره. افتاد بعد از جنگ که ببینید من منظورم که ما این اتفاق رو هنوز که هنوز نمیدونیم، یعنی زیاد متوجه نیستیم. الان داره عوارضش رو بروز میده، ما اینو میبریم به یه جای دیگه. یه جریان اقتصاد نئولیبرالی اومد که یه جور از زیر گرفت. ببینید این خیلی اهمیت، این نکته خیلی مهمه. جامعه شناسا نفهمیدن این ماجرا رو، چون یه جوری سرگرم فرهنگ و این جور چیزا بودن. من خودم هم از فلسفه و من خودم هم به معنی واقعا یه دانشجو مشغول همین کارا بودم. نمیدونستم که ببینید بنیانگذاران جامعه شناسی اصلا ببینید وبر اکانومی اند سوسایتی، دورکیم تقسیم کار، زیمل فلسفه پول، مارکس کاپیتال. ببینید من از اینا روش میگم بنیانگذاران جامعه شناسی مدرن. نمیدونستم اینا ببین اینا اصلا رشته فرعیشون این اقتصاد فرام، هر چی جامعه شناسی اقتصاد رو فراموش کرد. از اون طرف این نهله آمدند و زیادم ببینید نبودن، یعنی منظورم هویدا نبودن، یه دی البته اون وقت اینا رو میدیدن ولی به هر حال جامعه شناسی نمیدید اینا رو. ببینید دو تا اینا چیز دارن، دو تا اینا قاعده دارن که این دو تا قاعده اگه ما در موردشون اندیشه کنیم بسیار به نتایج مهمی میرسیم. این دو تا قاعده بسیار چیز ساده ای. اولیش این که قوانین اقتصاد لایتغیره و همین قوانین بازار آزادی. حالا اینا تعبیر خاصی از دموکراسی دارن، اقتصاد ازش حذف میکنن. اگه ازش حذف کنن چیزی که باقی میمونه مصرفه، یعنی آزادی در مصرف. میگن دست پنهانی وجود داره که بازار شما رها کنید اون خودش جامعه رو هدایت خواهد کرد. خب فرض کنید من رفتم به یه حزبی رأی دادم، وقتی این اومد سر کار، وقتی قرار نباید به اقتصاد دست بزنه، خب چه دموکراسی؟ یعنی منظورم کیا حالا بیاد به من بگه که من تا میتونی هایپرمال بلد باز میکنم، تا میتونی برو بخر پرشه سوار شو، اما اینجا ها آزادی، حتا میتونیم، اما ببین برای من نیا بگو که من گرسنمه، من تشنه، من بیکارم. برای که لازمه رفع بیکاری اینه که دولت یه کاری بکنه دیگه، من نمیکنم. ببینید اینا مسائل بسیار ساده ای هستن که نفهمیدن اینا ممکنه ما رو ببره نمیدونم به عهد باستان و فلان و فلان و نمیدونم چه حرفای عجیب غریبی که دیگه ببین الان دیگه اونقدر زده شده که دیگه واقعا همه خستن. منظورم این که این مسئله بسیار ساده است. یعنی کسی که دنبال این اقتصاده میگه سر اقتصاد با من حرف نزن، اگه بیکاری با من حرف نزن، اگر پولت نمیرسه با من حرف نزن، سر دستمزد با من حرف نزن، من اجازه نمیدم جمشی برای اینکه دستمزد دوباره بالا، اجازه میدم جمشی بری مثلا در قالب NGO سر کچلا رو بشوری، نمیدونم بری مهر و محبت بورزی، نمیدونم پلنگ بابولی رو از مرگ نجات ببین، سر این جور چیزا به تجزیه برو برو بکن. تازه اونم به هر حال گیرده، اما ببین سر این جور چیزا با من حرف نزن، برای اینکه اقتصاد یه دست پنهانی داره، قابل مشورت نیست. من نمیتونم سر اون با تو مشورت کنم. ببینید این رو هیئت حاکمه ما پذیرفته، ربطی به این جناح و اون جناح نداره. این قاعده دومه که ندارن که چیزی به اسم جامعه وجود نداره. ببینید وقتی چیزی به اسم جامعه وجود نداره چی وجود داره؟ افراد. ببینید اینا در بوق و کرنا میدون که عاشق ایندیویدوالیزه به افراد، آدمایی هم که اینجا هستن بهشون میگن نمیدونم چادر سرت کن، کارایی بکن، دولت نمیدونم فلان و اینا. ببینید اینا خب موقعی که میگن که فرده، اینا میگن خب ما فردیم دیگه، بس خیلی خیلی درخشان. اما منظور اینه شما فردید، شما حق اینه که بخواید برید جمع شید، برید سر مثلا زندگی خودتون با دولت یا با کارفرما یا ولا چیز مذاکره کنید. این نیست. شما جمع شید برید تئاتر، نمیدونم جمع شید برید هر جا میخواید برید. ببین چیزی به اسم جامعه وجود نداره، فرده. خب آقای دکتر، من میدونم که این قسمت که مخصوصا قسمت دوم که پخش کردم آقای دکتر عبازری مستقیما ربطی به بحث شما نداره، ولی بخش فرهنگیش چرا و به ویژه اون قسمت اولش که مربوط به این همان شدن متجاوز و تجاوز شده
در واقع این همون شدن شکنجهگر و شکنجه شده اینها هست. اما تو قسمت دوم و مخصوصا پخش کردیم برای اینکه یک راه حل نشون میده آقای عبازری، در واقع درد و جفتتون، عذر میخوام اینو بیان میکنم جسارتا شاید اینجوری نباشه از نظر شما، درد و هر دو یک از یک بستر در واقع دارین صحبت میکنیم، نگاه متفاوته و راه حلی که آقای عبازری میده این است که ما باید مفهوم جمع رو برای مطالبات در واقع مردم تعیین بدیم یا بگیم که این مفهوم جمع باید تعیین پیدا کنه به معنای واقعی کلمه تا جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی شکل بگیره. راه مشخصی که شما بعد از تمام این صحبت‌ها پیش رو میگذارید چیه؟ خواهش می‌کنم بفرمایید تا پایان برنامه هم 4 دقیقه بنده سکوت مطلق خواهش می‌کنم. بله، ببینید مسئله ایران یه مسئله است، همینجوری که ایشون تو صحبتشون داشتن میگفتن که دولت حکومت علیه ملت، ملت علیه دولت یا حکومت. ببینید ما هنوز نتونستیم در ایران یک دولت ملی به وجود بیاریم، این یه واقعیتیه، برای اینکه ما از بستر درون تفکر شیعی همیشه بخش مهمی از تشیع حکومت رو غاصب می‌دونستن، سلطنت رو غاصب می‌دونستن، دولت‌ها رو غاصب می‌دونستن، با اینا همکاری نمی‌کردن. ما هنوز نتونستیم و هنوزم که اینه ایشون اشاره می‌کنن که به حکومت، به مردم، به ملت که اینا در به اصطلاح تقابل با هم دیگه. ولی واقعیت اینه که در تقابل هستن در جایی که به منافعشون مربوطه، اما خیلی جا همانندی وجود داره. حکومت جمهوری اسلامی از آسمون نیومده، از عمق همین جامعه بلند شده، از درون همین جامعه بلند. بعد تئاتر رفتن چه اشکال داره، کار فرهنگی کردن چه اشکال داره، بحث اقتصاد البته بحث مهمی در جامعه، ولی نه به معنای اینکه شما همه دموکراسی رو تقلیل بدیم به اقتصاد. من البته میگم ایشون آدم خیلی شجاعی هستن که این حرفا رو در جامعه میزنن، صحبت میکنن، ولی بحث من چیز دیگه‌ایه. بحث من اینه که همین دانشگاه‌های امروز، همین نیروهایی که دارن تحقیق میکنن، فکر میکنن، اینها بیش از اون چه که بخوان به سیاست رو درست بکنن، اصلاح بکنن، باید با کار فرهنگی اصلاح بکنن، درست بکنن. اگر نتونیم این بحث تخم مرغ رو نمیدونم، مرغ هم نیست، یعنی در هیچ کجای جهان شما به دموکراسی دست پیدا نکردید مگر اینکه تحولات فکری و فرهنگی اساسی بنیادی در اون جامعه شده. ما در دو قرن اخیر بیشتر این بها رو به سیاست دادیم، به سازمان‌های سیاسی دادیم، فرهنگ هم نتونستیم ایجاد بکنیم. در همین لندن یک کتابخانه درست شد 25 سال بر سر پای، نخستین بار تو این کتابخانه یه نهاد دیگه، در این کتابخانه کتاب آقای خمینی هست، کتاب شاه هست، کتاب مجاهدین هست، کتاب حزب توده هست، از هر گروه جریانی که بگید میتونه. مردمی که از ایران میان این کتابخانه رو میبینن، مفهوم مدرن کتابخانه رو با خودشون میبرن به ایران. پس نهادهای فرهنگی و فرهنگ سازی بستر اساسی برای تصحیح فکر داره. مردم تو ایران در رژیم پهلوی و در رژیم حکومت جمهوری اسلامی همیشه کتابخانه ها محل سانسور بود، ولی یه بار در یه جایی میبینه که کتابخانه محل سانسور نیست، محل برخورد عقاید و آراست. من یه بار در یه مصاحبه گفتم شما اگر میخواییم ببینید که یه کشوری دموکرات هست یا نیست، وارد اون کشور میشه به کتابخانه هاش سر بزنید، بریم ببینید اگر کتابخانه محل برخورد عقاید و آرا بود، همه جور کتابی از شما اونجا چی داری؟ دموکراسی داری. اگر نبود بدون با حکومت سانسورچی، حکومت سانسورگر سر کار دارید. بعدم اینجا در صحبت ایشون یه مسئله بین دولت آقای روحانی و حکومت یه چیزی به نظر من تقلیدی شده. واقعیت اینه که دولت هایی که در جمهوری اسلامی رو کار میان زاده همین نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران هستن، یعنی شما نمیتونید دولت رو جدا از اون نظام سیاسی ببینید. این جدا سری ها رو حالا دولت ها که نقش اونچنانی که در تصمیم گیری های کلان در جامعه ایران ندارن متاسفانه. اینه که من از هر سو نگاه میکنم به همه این برنامه هایی که شما گذاشتید، باز نگاه میکنم میبینم مشکل اساسی مردم ایران در جایی نهفته است که باید، نه اینکه سیاست نباشه، کار سیاسی نکنه، باید اساس بذاریم بر کار فرهنگی و
گسترش تحول فرهنگی و در فرهنگم وقتی میگم یعنی ایجاد پرسش و نقد. این کار جریان‌های فکریه. اگر نتونیم اینا رو در جامعه ایران تسری بدیم و پیش ببریم، ما آسمان ما همیشه همین رنگ خواهد بود و مشکلات ما حتی شاید بدتر از اینا بشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ماشاءالله آجدانی. منم از شما خیلی سپاسگزارم. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. سپاسگزارم. شب و روزتون هم بخیر باشه. متقابلا. شبتون بخیر. خب ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تاکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با آقای دکتر آجدانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-5984 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر. بحث دیگه هست برای بارداری. کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشونت، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است. 4 تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون. 2 تا گلدون این برای آقا میشه، 2 تا گلدون این برای خانم میشه. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه. تو 4 تا گلدون درست شد؟ خب تو این 4 تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، همون رو خواست به اون آب بده برای یکی ادراری. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا از اونای دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا یه جوره، به هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف است. شب و روزگار خوش.